این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از جدیدترین گزارش عظما در مورد چالش‌های درونی نظامش. از دست دادن انسجام ملت از چالش‌های ماست، دوچار شدن به تنبلی و بیروحیگی، دوچار شدن به یأس و ناامیدی، تصور این که ما نمیتوانیم، تصور این که تا حالا نتوانستیم، اینا همه اون چالش‌های درونی ماست. یکی از این چالش‌های درونی اینه که دیگه هیچ کس حرفای سیدری رو به کشکم نمیخره. ما میگیم وضعیت فرهنگی نگرانی داره، یا مقام معظم رهبری در دیدار اعضای محترم مجلس خبرگان میگن منم مثل شما از وضعیت فرهنگی نگرانم. این نگرانی ها اعلام که میشه، یکی از مسئولین محترم میفرماین اینا که نگرانن توهم دارن، خبری نیست که نگران بشن. خب این صحبت ها برای جامعه متدین ما اصلا قابل حزم نیست. این یکی از مسئولین که اسمش رو نمیبره، منظورش نفر دوم نظام یعنی شیخ فریه. بعضی از مردم بیکارن، واقعا دوچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم میخورن. از این نمونه ها میشه فهمید که کنترل اوضاع از دست ولی فقیه خارج شده و نظام به یک وضعیت خلوضعی گرفتار شده، یعنی یه چیزی تو این مایه ها. Okay. Who got hired last? And who gets paid the least? We're going to try the big stick theory. He's going to go flying across the... Try to kill the engine with water. This is hilarious. Okay, we're going to smother it with tarp. This is actually going to work, I think. Oh, there we go. No. Oh, ride him in the hole. Oh, ride him, cowboy. We now got him in the hole, Skin. Whoa, ole. تأثیر این وضعیت روی عظما رو از زبان این جوجه آخوند تازه از تخم بیرون اومده بشنوید. رهبر ما راضیه؟ رهبر ما راضی هستش؟ واقعا ما رضایت مقام معظم رهبری؟ من یه موقعی دلم برای آقا میسوزه، میگم یه عده میان و میگن آقا جان مثلا از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، بعد آقا یه جملاتی میفرماید عمل نمیکنن، بعد جالب هر دوتا هم میگن ما مسیر امام و رهبری رو داریم عمل میکنیم. منظورش اینه که بابا هر دو جناح دارن سر لحاف ملا تو سر و کله هم میزنن. توی این اوضاع قمر در عقرب یکی از تاکتیک های رایج استفاده ابزاری از امام گوربگوری برای کوبیدن تو سر جناح مقابله. به قول همون یارو هر دوتا هم میخوان خودشون رو بچسبونن به امام. حضرت امام رابطه امریکا با ایران رو به مانند رابطه که طی گرگ و میش تعریف کردن، علت چی بود؟ بله ببینید، امام این تعبیر رو به کار بردند، اما در عملشون ما میبینیم که انعطاف هم در ارتباط با بحث رابطه با آمریکا ایشون داشتند. امام واقعیات رو هم میدیدند و واقعیات رو قربانی آرمان ها نمی کردند. باز یک نمونه دیگه از واقع‌گرایی امام بود که اوایل کار ایشون فرمودند که 20 سالم طول بکشه ما ایستادیم، تنبیه متجاوز رو مطرح کردند، آزادسازی عتبات رو مطرح کردند، اما ایشون در مقطعی که به هر حال واقعیات و شرایط واقعی کشور رو دیدن اومدن گفتن که من کاسه زهر رو نوشیدم. وسط این خاطر بازار سیدعلی فرصت رو شکار کرد تا با رو کردن یک خاطره چسبونکی تو تیبریش خودش رو نزدیکتر از رفسنجانی به خمینی نشون بده. امام خمینی در آخرین رمضان عمر خود سیاستمداران دولت و در رأس آنان رؤسای سه قوه دعوت به افطار کرد. ایشان بعد از نماز به حیاط منزل رفت و با وجود حضور همه میهمانان ایستاد و نشان داد که منتظر کسی است که برایش بسیار عزیز است. سپس رئیس جمهور آیت الله سید علی خامنه‌ای آمد و امام او را در کنار خیش نشاند. این نشان دهنده مسائل بسیاری بود. از اون طرف
برای بازسازی چهره درب و داغون خمینی هم یک سری خاطره ساز آوردن که اینجوری دیو رو به جای دلبر غالب کنن. میکنم. من یه سفری به الجزایر داشتم، اون موقع به عنوان مشاور رئیس جمهور به دعوت رسمی دولتشون رفتم. سال 82 بود، 82 از پیروزی انقلاب ما چند سال میگذشت؟ 57 تا 82 میشه، از ساعت که 17 سال گذشته. اون برادرایی که اونجا تو دور هیئت دولت اونجا ما صحبت کردیم میگفتن آدمای 17 18 ساله، حال درست میگم 17 18 سال میشه اشتباه نکنم، اون تقریبا میگفتن آدمای به این سنی زیادی تو الجزایر داریم، اسم کوچیکشون خمینیه. اون وقت اون میگفت تمام کسانی که حرم امیرالمومنین میومدن وقتی امام یه دونه پله کوچیکو پاشو میذاشت جلو ساعتشون رو تنظیم میکردن، عددش یادم نیست، 9 میگفت یا 9 و نیم میگفت. میگفت همه میدونن امام 9 میاد، نه 9 مثلا 20 ثانیه، نه 20 ثانیه به 9، سر 9. یکی از ویژگی های خمینی این بود که ز گهواره تا گور مشغول دجالگری بود، از جمله با این نمایش هایی که تا لحظه آخر اجرا می کرد. امام یک روز هم نماز را ترک نکرد. با اینکه سنش بالا و شرایط جسمی مناسبی نداشت، اما باز اصرار داشت نمازش را عادی و ایستاده اقامه کند. حالا این نمازها را برای کی می خوند؟ من شهادت می دم که خودم تا کنون 2 رکعت نماز برای خدا نخوندم. هرچی بوده برای نفس بوده. رابطه خمینی با خدا رو فهمیدی. حالا ببینیم از مردم چقدر حساب می برده. یه بار پشت در قبل از اینکه از اونجا بیان بیرون مردم ببیننشون، اگه اشتباه نکنم شهید بهشتی هست. به شهید بهشتی میگه ببین همه اینا میبینیم میگن زنده باد خمینی. همشون بگن مرگ بر خمینی، برای پهلوان هیچ فرقی نمیکنه. بگن زنده باد یا مرگ برش، اصلا برای من فرقی نمیکنه. توی این وضعیت که بازار مشت‌زنی به صورت خامنه‌ای داغه، یه مشنگی مثل این رئیس فدراسیون بوکس پیدا شده که میخواد با یه مثال تاریخی به سید علی دلداری بده. بعضیا میگفتن آقای محمدعلی کلی پارکینسون گرفته به خاطر بوکسه، در حالی که اونایی که اهل بوکسن میدونن که تنها کسی که در دنیا کمترین مشت به صورتش خورد محمدعلی کلی بود. حاجی یه جور میگی انگار کلی منچو مارپله بازی میکرد که پارکینسون گرفته. این مشتی که خورده بود رو دیدی؟ یکی از اونایی که تو نظام خیلی مشت خورده مشاور بین المللی عظما یا همین ولایتیه که باعث شده دکور صورتش کامل به هم بریزه. طوری که میکشیم خب قرینه میکشیم دیگه، مثلا این چشم حالا سرخه یا روبروه یا نیمروخه، ولی این چشم رو میکشیم اونم با زاویه مثلا، ولی همین چشمه یعنی قرینه است، یا مثلا صورت گوش اینا. ولی دیدم محض رضای خدا این اجزای صورت دکتر ولایتی، این طرف صورت با این طرف صورت، هیچش قرینه نیست. اینو گفتید بای دکتر؟ اینو گفتیم. حالا میگم بعد واقعا شما حالا این دفعه تلویزیون نشون میده دقت کنید، مثلا یه ابرو خب مثلا مثل منه، اون یکیش نصفه است، نه اینی که مثلا در اثر حادثه نصف شده باشه، فیزیکش نصفه است. مثلا ما عادت داریم وقتی میخندیم بعضی ها مثلا یه وری مثلا لبخند میزنن، خب این همین لب کش میاد، ولی ایشون مثلا این لب این ورش با این ورش فرق مالی یه صورت دیگه بود، یه طرف صورت تو رفته بود، یکیش لب داشت، دماغش اینجوری چرخیده بود اومده بود، بعد تو این یکی دوباره، یه گوشش بل بود یه گوشش خوابیده. جدی میگم اینا رو. یکی از طولانی ترین مسابقات بوکس تو نظام مسابقه مشت‌زنی بین ماهواره و ولایته که اینطور که بوش میاد داره به روندهای آخرش نزدیک میشه و میره برای ناک اوت کردن عظما. ما اگر به خطر ماهواره اینقدر پی بردیم که حاضریم بریم پشت بام ها این
ریشه ها رو برداریم، حتی پارازیت بندازیم برای اینکه این شبکه ها گرفته نشه، پس معلومه به خطرش پی بردیم. ولی واقعا تا کی میتونیم این کارو کنیم؟ خود دوستان نیروی انتظامی معتقدن بالای 80% کسانی که وسایل گیرنده ماهوارهشون جمع شده دوباره برگردوندن. در واقع میخواد بگه که عمری به در بسته کوبیدیم، اما حالا به این نتیجه رسیدیم که باید بریم دنبال کلیدش. توی این برنامه هم یه مشنگ آوردن که بگه نظام توی این 30 سال چه پیشرفتی در دانشگاه داشته. طرف هم زبونش باز میشه و سوزنش میفته تو خط اعتراف. بعد از سال 80 ما حرکت کردیم به سمت نابود کردن دانشگاه به معنای ماهوی دانشگاهش، چرا که فضای نقادی رو توی فضای دانشگاه و فضای گفتگو و تضارب و آرا و اندیشه ها رو توی دانشگاه ها از بین بردیم. با حذف نه جریان های ضد انقلابی، جریان های غیر انقلابی، با حذف یک سری از کسانی که تفسیر و نگاه های متفاوتی داشتن از مدیران دهه 80 در واقع توی این دوران. دانشگاه به معنای واقعی کلمه نداریم. دانشجوی ما یه سری دبیرستان‌های بزرگ داریم. یعنی شما ببینید دانشجو با دانش آموز متفاوته. تعبیر اصلا فرق داره. اینجا دانشگاه فضاش با مدرسه فرق میکنه. شما میگید ما اصلا دانشگاه نداریم، دبیرستان بزرگ داریم و به تبعش دانشجو نداریم، دانش آموز داریم. چیزی که اتفاق افتاده نابود کردن دانشگاه بوده، نابود کردن علوم انسانی بوده، نه ساختن علوم اسلامی. با اقتباس از بازی نون بیار کباب ببر، این حاجی فست فودی یک دکون باز کرده به نام نون بیار استخاره ببر. پاسخ همه مشکلات وارفتگان نظام با استخاره در 30 ثانیه. اولی بعد خطر داره، بعد اختلافات و ناراحتی. اولی با زحمت دلغوره و معطلی درست میشه، عاقبتش خوب. دو تفاهمی نیست، به هدف نمیرسه. خیلی بده، مشکلات زیاد. اولی اگر بشه خوبه، فکر نکنم بشه. دو اگر بشه بهتره. اولی نمیشه، مشکلاتی هم داره. بده دو بدتر، اختلافات و ناراحتی. نسبتاً خوب و راحت، آیندهش هم بهتر. یک اولی روابط نامناسب، بده دو بدتر، مشکلش بیشتر. جایزه سوتی هفته تعلق میگیره به این مجری تیویریش که با یک توپق فضاحت انتخابات بشار اسد رو بیشتر باد میزنه. در پیامی در گذشت مرحوم حاج محمد رئیس جمهور در پیامی به بشار اسد برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری در سوریه را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت. و حالا قوی ترین و مهیج‌ترین سکانس اکشن تاریخ سینمای نظام که اگر آکادمی اسکار اینو ببینه بلافاصله 4 تا اسکار میده به استیون سیگال. صحنه‌ای نفسگیر از نفوذ یک کماندوی پاسدار به قلب نیروی دریایی دشمن. در پایان
دو صحنه اعجاب انگیز ورزشی میبینیم که اگر تو المپیک اتفاق میافتاد تو رشته خودش مدال طلا داشت. اولی مدال طلای پرش ارتفاع توی کشور آفریقایی با امکانات کم. و دومی هم مدال طلای ژیمناستیک پارا المپیک. شوفو سبحان الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. Yeah.